سلام یکشنبه 11 مهر 89 سوم اکتبر 2010 میلادی در مورد 8 موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه دیروز با عرضه ارز ارزان قیمت دلار 1085 تومان از طرف بانک مرکزی ایران در بانک کارگوشای بانک ملی و بانک‌های دیگه ای کشور صف‌های بسیار طولانی پشت بانک ها تشکیل شده بود چرا که به طور طبیعی مردم وقتی بانک ارز عرض ارزون ترمیده میده میخرند و در بازار آزاد میفروشند و قیمت ارز هم از 1100 تومان پایین تر نیامد مضاف بر اینکه به گزارش ایلنا هیچ کس در واقع ارز نمیفروخت به این ترتیب دیده میشه که جنگ بین بانک مرکزی و ذخایر ارزیش و نقدینگی موجود در بازار سرنوشتش به کجا خواهد رسید آیا میدانند که مقدار ذخایر ارزی چقدر توانایی داره که به بازار سرازیر بشه یا نه و دلال های ارز در ایران صراف و کسانی که پشت اون نشستن چگونه در واقع صحنه رو نگاه میکنن فکر میکنم در چند روز آینده باز هم تلاتوم های بیشتری رو در بازار ارز ایجاد خواهد کرد اما اونچه که مسلمه این است که بحران عمیق اقتصادی کشور عمیقتر از اون است که با تزریق ابتدایی یا با چند تا حرکت قابل درمان باشه مشکل در واقع در حجم بزرگ نقدینگی کاهش ذخایر ارزی کشور کاهش درآمدها تحریم بین و کاهش تولید ناخالص ملی است که دیر یا زود در واقع تعادل قیمت مصنوعی ریال رو به هم خواهد زد همینطور خبرهای رسیده حاکی از این بود که در دوبی و کشور امارات متحده و سوریه هم که پول ایران رو ریال ایران رو به راحتی قبول میکردن مغازه ها و حتی صراف ها از خرید پول ایران امتناع کردن و این عدم معاملات در این دو کشور هم در جریان بود نکته دوم که حنا مخمل باف فیلمساز جوان ایرانی در فستیوال فیلم مستند قرقیزستان جایزه بهترین کارگردان رو برای فیلم روزهای سبز دریافت کرد و اون رو طی نطخی به محمد نوریزاد کارگردان ایرانی که در زندان به سر میبره اهدا کرد محمد نوریزاد که نامهاش به رهبری بسیار گویا هستش و با وجود اینکه تا چند ماه پیش پشتیبانی میکرد از رهبری بعد از جنایت های اخیر ایستاده و انتقاد میکنه بارها به زندان رفته بیرون بده و همکنون هم در زندان. نکته سوم این که انصافا جایزه طلای پرت و پلا گفتن رو هم باید به با آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات داد چرا که ایشون اعلام کرده که اقدامات مخرب استکبار در فضای مجازی توسط سربازان گمنام امام زمان به سرعت کشف و راهکارهای مقابله با آن به اجرا گذاشته می شود در اشاره این آقای مسلحی که شاید پرحرفترین وزیر اطلاعات در ایران و مسئول اطلاعاتی در همه دنیا باشه به ویروسی است که اینطور همه محافل فنی دنیا راجع به نظر میکنن و خود مسئولین فنی کشور میگن که مشکل و نمیتونن حلش بکنن ایشون اظهار نظر میکنه که سربازان و گمنام امام زمان کشفش میکنن و اون رو حلش خواهند کرد نکته چهارم این که آقای داوود قاسمزاده زندانی کرد برای رسیدگی به وضع خودش دست به اعتصاب قضا زده و مطرحی که در تصادفی که ایشون دستگیر شده دوچار قطع نخواهم شده و علا رقم این بیماری در زندان به دلیل بلا تکلیفی و فشارهایی که از دست به اعتصاب قضا زده همینطور دو زندانی دیگر, دیگر کرد اکبر اکبرپور پور و بهروز آقاخانی سه ماهه که در انفرادی نگه داشته میشن و گفته میشه برای اینکه زخم های ناشی از شکنجه هایی که شدن بهبود پیدا بکنه قبل از اینکه اونها رو آزاد بکنه نکته پنجم این که گروه یوتو که قبلا هم آهنگ معروف خودش ساندی بلادی ساندی رو برای اون یک شنبه خونین معروف ایرلند خونده بودند همراه کرده بودند با جنبش سبز ایران و پشتیبانیشون از جنبش سبز اعلام کرده بودن مجددا در کنسرتشون که در 26 سپتامبر در اسپانیا برگزار می شد عکس های جنبش رو نشون دادند و رنگ سبز رو به کار بردن و در واقع بار دیگر پشتیبانیشون رو از جنبش سبز ایران اعلام کردن همینطور آقای راجر واترز هم که اون آهنگ معروف رو با پینک فلوید خونده بوده و آخرین کنسرتش رو داره قبل از بازنشستگی در دنیا ارائه میکنه بعد از کانادا به شهر واشنگتن دی سی رسیده و او هم در کنسرتش عکس از شهدای جنبش از جمله ندارو نشون داده و به این ترتیب پشتیبانی و خودشون رو از جنبش مردم ایران اعلام کردن همبستگی هنرمندان روشنفکر دنیا با جنبش سبز مردم ایران کماکان ادامه داره نکته ششم این که سفر آقای بشار اسد به تهران سه تا نکته رو به دنبال داشته رئیس جمهوری سوریه یکی این که میخواست آقای احمدی نژاد رو برای عدم مسافرت به لبنان قانع بکنه و یا اینکه لاعقل اگر همیشون سفر میکنه کارهای جنجالی و تحریک آمیز علیه اسرائیل انجام نده دوم ایشون ایران رو میخواسته قانع بکنه به اینکه در مسئله صلح فلسطینی ها و اسرائیل خرابکاری نکنه و کوشش سوریه که میخواد فتح و حماس رو به هم نزدیک بکنه به هم نزنه و سوم اینکه به ایران فشار بیاره برای اینکه مشکل عراق رو بتونن حل بکنن و راه حل سیاسی براش پیدا بشه معلوم نیست که تاثیر حرف های آقای بشار اسد چه حد بوده ولی به هر صورت در ایران به آقای بشار اسد جایزه جمهوری اسلامی هم اهدا کردن به هر صورت حرف سفیر ایران در سفیر جدید ایران در عراق هم به گفته سایت ایران دیپلماسی پرت و است که پیشا پیش به تبریک آقای نوری المالکی تبریک گفتن نوری المالکی پرداخته در حالی که کماکان مسئله در عراق محل بحث و چانزنی بین گروه های سیاسی است نکته هفتم که فرمانده سپاه پاسداران تهران آقای همدانی طی مصاحبه که با خبر آنلاین کرده مفصلا ایشون صحبت های کرده اما دوباره تاکید کرده بر اینکه سپاه اصلا از اول هم سیاسی بوده و در سیاست دخالت کرده بعد به ایشون گفت که حرفاش متناقض با حرفای بخش دیگه ای از فرمانده های سپاه و حتی بخش از حرفای خود ایشون در جاهای دیگه و به نظر میرسه که این آقایون فرماندهان از یک طرف کارهایی رو که میکنن میخوان توجیه کنن از طرف دیگه وقتی که میبینن که باستاب های خوبی نداره حرفاشون رو سعی میکنن عوض بکنن اما نکته آخر باز پاسخ به یک سوال که یکی از دوستان فرستاده بود امروز که در ارتباط با حرفهایی که آقای احمدی مقدم فهمد نیرو انتظامی زده بود و در واقع ترس حکومت رو از واکنش های مردم به بحران اقتصادی در نماز جمعه بیان کرده بود و همینطور هم ایشون یادآوری کرده بود این دوست ما که قبلا آقای مصلحی وزیر اطلاعات هم همین ترس رو از شورش مردم برای نان و گرسنگی در واقع اعلام کرده بود سوال این دوست ما این بود که چه کاری رو میشه انجام داد و راهکارهایی هم خودش ارائه کرده بود از جمله بیش از همه این دوست ما بر مسئله بنزین تکیه کرد که من باید به توضیح که اضافه بکنم به سوال این دوستمون این است که وزیر دارایی هم گفته که البته خیلی با احتیاط که از اول آبان بنزین رو ایشون گفته بسیار محتمل است شاید با لیتری 400 تومن ارائه بکنند من در پاسخ این دوستمون و تکمیل این, این خبر برایشون میگم که مسئله بنزین یکی از اون چیزهایی است که خیلی خیلی خوب همه مردم باهاش درگیرن و خیلی خوب میشود مقاومت مدنی و اعتراض مسالمت آمیزی رو شکل داد برای مقابله با گرونی انرژی که میشه از بنزین شروع کرد و با بودن ماشین ها در خیابان در اقصا نقاط شهر روش هایی رو که در خیلی کشورها انواعش امتحان شده مثل کم کردن سرعت توقف ترافیک رفتن به نقاط مختلف بوغ زدن و امثال هم می شود اولین قدم ها رو برای اعتراض مدنی برداشت از اون کارهایی که امثال آقای فهمد نیرو انتظامی هم مطمئن باشید هیچ کاری از دستشون برای مقابله بر جز همین پرت و پلاها و تهدیدهایی که میکن در این خصوص باز هم صحبت خواهیم کرد چرا که خیلی سوالات هم دور همین حرفا میگردند که سر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران